شرکت‌های سوری که اصلا رو زمین ورود خارجی ندارن، وام‌های کلان دولتی گرفتن. شرکت خوراک دام هفته پی که شرکت قدیمی بوده، شرکتی جز این مجموعه بوده، اومدن اسمش عوض کردن و از کارکردهای خودشون تعریف کردن. شرکتی که تولید کرده بوده و به کشورهای خارجی هم محصول فروخته، ازم به حضور شما، اومدن یه تفریگاه برای خودشون درست کردن به اسم تاکستان که بعد از 2 سال کارگاه های کوچک طبق قانون باید بعد از 2 سال بازدهی و سوددهی برسن، در حالی که اصلا ما عملا چیزی نمیبینیم. اومدن زمین هایی که زراعت شده به اسم زمین های بایر دارن سندسازی میکنن. کارگرهایی که سر کار بودن به جرم به دلیل اینکه حالا یه حرفی زدن اعتراضی کرده نسبت به حقوقشون اخراج کردن. چند روز پیش چند نفر از کارگاه خوراکدام رو اخراج کردن و با معاونت نیروی انتظامی و پلیس اینا رو گرفتن زدن و الان یکی از اینا هم اینجا هستن و میتونید بدنش رو ببینید که اینا نشون میدی؟ چشمشه الان نزدیک 5 روزه شکمشه نگاه دار بابا شکمشه نگاه شکمشه یک ساعت نزدیک 2 ساعت حق و خودمون رو خواستیم. البته خدمتتون عرض کنم این شرکت شرکتی که پایه اقتصاد 4 تا شهرستان دسفول، اندیمش، روشتر و شوش، یعنی این اگه شرکت بخوابه اقتصاد منطقه کلن میخوابه و ناامنی به وجود میاد. کارگرانی که سابقه 7 چندین ساله دارن اخراجشون کردن. مثل این آقا این کارگرایی که الان میخوام نشونتون بدم، کارگرایی که بودن که در شرایط بد جوی اومدن سمپاشی مزارع انجام میدادن که اکثرا بیماری ریوی گرفتن، بیماری پوستی گرفتن، اومدن بعد از چندین سال سابقه اومدن این را اخراج کردن، در حالی که شرکت نیاز به این نیروها داره. آقا من نماینده بچه های دفافات نیستم. خب من یکی از کارگرهای بچه های دفافات هستم. تو خدمت دفافات کار میکنیم. آخر دنیاست دفافات. بدتری جای این شرکت دفافاته. یعنی الان شما به تک تک اینا بگین آقا میخوایم نامتون رو بزنیم، هیچ کس حاضر نیست بره توی خدمت کار کنه. از بس که کارش سخت بده و یعنی اصلا حقوقش هم کمه. من نماینده نیستم. من بچه ها گفتم بیا حرف بزنیم. نماینده ما تو خونه خوابه. نماینده ما یه روز ببین داره فیلم میگیری تهش اخراجیه. تهش اینه که آقا این فیلم از من میبینم میگم برو خونه. میرم خونه اخراجه. نماینده ما تو خونه خوابه. 300 نفر کارگر اومده گذاشته خونه. 300 نفر. خب اما خودشون توی دفتر میان صبح میان تا ساعت 11-12 خوابن، ساعت 11-12 استارت ماشیناشونو میزنن، هم حقوق خودشون هم حقوق ماشیناشون، یعنی ماشینشون ارزشش بیشتر از یک کارگری که نون میبره سر سفره زره بچهش. این کار دفاعات آقایین میدونن دیگه، اینا که قدیمه. من 10 سال الان سال 90 اومدم استخدام شدم تو شهر خودم، من بچه این منطقم، اکثر بچه دفاعات هم بومیان. خب بعد به شکل نامعلومی و اصلا معلوم نیست آقایان دست میکنن کجاشون این حرفا رو در میارن، میگن آقا شما باید وقتی کش نیست باید برید خونه، چرا باید سمپاشی نشه؟ ولی من تمام شما رو میبرم، من فوق لیسانس مهندسی کشاورزی دارم، مثل آقایان مدرک خیاطی زنمو نیوردم اینجا که بشم مهندس و چیز صدا بکنم بگن مهندس. فوق لیسانس دارم، تو خود کارم 10 سالم از توی خدمت کار میکنم، هم تجربی هم مدرکی میبرمتون. اگر شما یه مزرعه بود که احتیاج به کار نداشت، خب شما بزنید تو گوش من بفرستیدم دیگه، من نمیام. چقدر حقوق میگیری؟ من حقوق من یعنی نگاه منی که الان من کارمندم، خب منی که الان کارمندم 31 روز خدا شاده میام سر کار، 31 روز که بیام سر کار خودمو که بکشم، من راستش رو میگم دیگه، خودمو که بکشم 1850 میگیرم، خودمو که بکشم گوش بده با همه چی دیگه، حق اولاد دارم، خب با حق اولاد و با حق همسر و با همه چی، خب حساب کن کارگر که کمتر از من میگیره. بعد آقایون میان میگن که مثلا میرم میشینم پیش هم دیگه، میگن آقا 60 ساعت بیشتر نمیخواد. آقا الان شما نگاه کن، شما الان تو تهران و تو شهرهای شمالی کشور دارن داد میزنن مینالن که
آقا مردیم از گرما، مردیم از بیابی. به گفته خود آقایین که تو مجلس نشستن میگن گرمترین نقطه زمین خوزستانه. خب و شهر شوش، شوش هم همیشه جز اون شهرهایی که بالا 50 درجه است. خب بعد آقا کارگر دفافات میاد، ببخشید البته من نمیتونم از جای دیگه دفاع کنم چون سواد اینو ندارم که کارخونه یا جای دیگه باشه، من قسمت خودمو دارم میگم. بعد من با موتور میام تو دمای 70 درجه، به والله 70 درجه است. چون آقا میگن زیر سایه دیگه مثلا 55 درجه بوده. خب تو آفتاب تو نیشکر یک گیاه گرما دوست، یعنی گرما رو جذب میکنه به خودش میده بیرون. حساب کن ما تو تنور کار میکنیم. بعد من با موتوری میام زمستون تو اوج سرما، سرمای خوزستان همه میدونن استخونیه دیگه، میزنه به استخون. بعد با خطراتی مثل حالا حیوانات وحشی و مار نیش بزنه و فلان که بعضی بچه‌ها هم این اتفاق افتاده براشون. بعد با حقوق بسیار ناچیز برج پنج هیچی، ببین نه کفش دادن، نه لباس میدن، نه فلان میدن، هیچی هم ندادن، هیچی هم ندادن. این آقایان میگن میدونی چیه؟ این آقایان میگن هر جور که ما خواستیم شما بیاد کار کنید، بمیرید خفه خون بگیرید، یعنی خفه شید، هیچ حرف نزنید. بعد میگه آقا تو هر مسئله ای سه تا منطق وجود داره، یکی دید من، یکی دیدگاه شما، یکی حقیقت. اینا میگن اگر شما حقیقت رو گفتین اخراج میشید، مثل این بدبختی که الان بردن زدنش و فلان، یعنی مثلا میبرن کتک بزنن یا مثلا فلان اخراج. الان ما 20 خورده روز به دلیل نامعلومی که آقایون به خاطر ما قراردادی هستیم، ما الان قراردادی هستیم، طبق قانون حق نداره اینا حتی یک ساعت ما رو اخراج کنه. الان 20 خورده روز میگن آقا کشت باید کش برگردی، کشتی در کار نیست، الان شرکت احتساب شرکت تعطیله. بعد اینا بخون خیلی بخون رویای فکر کنن تا 20 روز دیگه مزارع آماده نمیشه، یعنی من آقا 2 ماه بشینم کی نونه زنه بچه ما 300 نفر رو میده؟ آقایون میدن. بعد آقایون خودشون نشستن توی اداره، داره اگه دفعات تعطیله و تو چرا نشستی تو اداره؟ اگر من کارگر نیستم و توی مهندس میای چیکار میکنی وقتی من میگی کار نیست؟ بعدش هم هیچ حقوق و مزایایی هم به ما ندادن. آقا ما نون یعنی یه آباریکه فقط میایم که از گشنگی نمیریم توی شرکت، یعنی از گشنگی نمیریم. بعدش هم آقا ما میخوایم که شمایی که میادی دوربین رو میاری لنز رو میچرخونی، ای کارگرای بدبخت فیلم میگیرید، کارمون درست بشه.